امیدها به ختم جنگ 18 ساله در افغانستان پس از هفتمین نشست میان آمریکا و طالبان. تلاش ها برای ختم جنگ 18 ساله آمریکا در افغانستان و رسیدن به یک توافق صلح با طالبان شدت یافته است و وارد مرحله حساس آن شده است. مقامات آمریکایی و افغان ابراز امیدواری کردند تا پس از اول ماه سپتامبر به یک توافق صلح با طالبان برسند. از سوی هم وزارت امور خارجه کشور در کنار خوشبینی به نشست گذشته میان افغانان در دوحه میگوید که نشست‌های بعدی میان افغانان نشست‌های فراگیر، مهم، نتیجه بخش و جامع خواهد بود. اما چقدر شرایط برای یک توافق سیاسی میان آمریکا و طالبان فراهم شده است؟ من رازقیار هستم و مهمان شریک در بحث با من مولانا جلال الدین شینواری، لوی ثارنوال رژیم طالبان اینجا حضور دارن. خیلی خوش آمدین آقای شینواری. میخوام در نخست اطلاعات شما را بفهمم که اطلاعات شما از آخرین نشست هایی که در دوحه صورت گرفته، مخصوصا نشست میان آمریکا و طالبان، چقدر پیشرفت شده؟ واقعا به توافق رسیدن آمریکایی ها با طالبان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از همه احترامات به شما و همکاران شما و بینندگان معزز تلویزیون خورشید. سلامت باشید. یقینا طور که شما در مقدمه فرمودین، پیشرفت های در مورد صورت گرفته و شایعات غیر موثوق طور که به ما هم رسیده، در مورد خروج عساکر امریکایی ها هم موافقه صورت گرفته است. رفتن آقای خلیلزاد در دوره هفتم به دولتی چین و عدم بازگشتشان پس به قطر، بلکه رفتنشان به امریکا و تداوم دوره هفتم، یعنی به این معنا که پس از امریکا می آیند تحت عنوان دوره هفتم مذاکرات را آغاز می کنند، نه به عنوان دوره هشتم، یعنی جزء از دوره هفتم. خود نشان می دهد سفرهای آقای خلیلزاد به چین و از آنجا به امریکا که انشاءالله نتایج ملموس و مشهود در راه است و یک خوشبینی بسیار خوب در اینجا با مردم افغانستان موجود است. تنها سر مورد خروج نیروهای آمریکایی توافق شده یا موارد دیگه هم مطرح است؟ کلید حل همه مسائل خروج عساکر امریکایی هست. وقتی که خروج عساکر امریکایی ها مسلم شود، مصوب شود بین طالبان و امریکایی ها، دیگر مسائل اتومات حل می شود و هیچ مشکلی در آنها باقی نمی ماند. امریکایی ها به چه شرط پذیرفتن که افغانستان را ترک می کنند؟ طالبان چه می کنند در مقابلش؟ یک شرط عمده امریکایی ها است که افغانستان بر علیه منافع امریکا و دوستان امریکا استعمال نشود. این از اساسی ترین شرط های دولت امریکا است. شما یکی از مسئولین دولت امریکا را در مسائل آسیا شنیدین که امریکایی ها پشت دیگر مسائل نیست. آیا طالبا اوربن می کنن نمی کنن، با دولت مذاکره می کنن و یا نمی کنن، او مسائل به نزد امریکایی ها کدام اهمیت خاصی ندارد. اهمیت مهمی که با امریکایی ها دارد مسئله خروج عساکر امریکایی ها از افغانستان و تنازل امو مصارفات دولت امریکا در بخش نظامی و ای که افغانستان خطر نباشد به منافع امریکا و دول منطقه و جهان. ولی آنچه آقای خلیلزاد میگه، درو میگه که بالای آتش بس هم در افغانستان صحبت شده با جانب طالبا، گفتگوهای رو در رو میان حکومت افغانستان و طالبا، این موارد واقعا حقیقت داره یا نه تنها سر موارد خروج نیروهای آمریکایی صحبت کردن و اصلا واقعا مهم نیست برش؟ متاسفانه صحبت های جناب خلیلزاد و صحبت های شخصی که من از صحبت هایشان حکایت کردم تفاوت بسیار زیاد موجود است و هر دویشان امریکایی ها هستند، تبعی امریکایی هستند، اگر که جناب خلیلزاد افغانی اصل هستند، اما پیشرفت های صورت گرفته. اگر امریکایی ها افغانستان را ترک کنند و از لحاظ حضور عساکر نظامی موجودیت خود را صفر کنند، باور دارم که انشاءالله طالبا حاضر میشن با حکومت هم در مذاکره دور یک میز
بنشیند. درست است آقای شنوری، پر زمان وقتی آقای خلیلزاد با طالبان مذاکره میکنه، آقای خلیلزاد هم میگه، حال سخنگوی طالبان در قطر، اونا هم بارها تاکید میکنه که پیشرفت صورت گرفته. پیش مردم افغانستان پرسشی است که پیشرفت مثلا چه پیشرفت صورت گرفته؟ پیشرفت می است که دستاورد می است، دستاورد نشست ها که پس از هر نشست یا در جریان هر نشست ما صدها افغان را قربانی میتیم. امریکایی ها و طالبان بسیار نهایت کوشش میکنن که پیشرفت ها را رسانه‌ای نسازن. نفع این کار چی است؟ نفع این کار به خاطر ازی که با نتایج نهایی طالبان و امریکاییان دست یابند، بعد از او مسئله رسانه‌ای و جمعی شود و همه ملت افغانستان از او آگاه شود. نه، من پرسش اولی من چیز دیگری بود. خوب شاید خواست امریکایی ها و طالبان این گونه باشه، ولی مردم افغانستان چرا باید کشته شوند در این میان؟ وقتی طالبان با امریکایی ها به توافق میرسه، حداقل در این جریان هفتمین نشست شما دیدین یک حمله خونین در کابل شد، وضعیت غزنی را خبر هستین، وضعیت ولایت های دیگه مثل لوگر، هرات و اینها، هر روز افغان ها قربانی میشن. ما چرا باید کشته شویم وقتی طالبان توافق میکنه با امریکایی ها به هر گونه‌ای که است؟ جنایت جنایت است در هر زمان و هر مکانی که از دست هر کسی صادر میشود و مرتکبش جانی است، مطابق به قوانین نافذه کشور باید مجازات خود ببینه. اما هیچ افغان با این جنایات و با این قتل و قتل ها موافقت ندارند. ولی یک تعداد میکنه این کار را، طالبان خودشان افغان میگن، ولی این دریغ نمیکنه از ریختاندن خون افغان ها. یقینا من گفتم که جنایت است و مرتکبش جانی است، ولو ما باشم ولو هر کسی باشه. پس طالبان جانی هستند در صورتی که مرتکب این چنین مسائل شوند، هیچ جای شک نیست. رویداد کابل را شما، رویداد دو هفته پیش در کابل را دیدین، رویداد غزنی را دیدین، قربانیان اکثریت اطفال است. اینها جانی هستند. جای شک نیست که مرتکبین این نوع اعمال جنایتکار جانی هستند، اگر حکومت باشد، من باشم، طالبان باشد، هر کسی باشد و در هر نظام باشد. شما در پهلوی از اینکه جناب رئیس جمهور انتقاد کرد سری مسائل، اما شما حملات دولت هم دیدین در بغلان، در وردک که اطفال به شهادت رسیدن، باید هر دو طرف دست و انگشت ملامتی برایشان گرفته شوند و از پیششان خواهد شود که من بعد این اعمال تکرار نشود. در یکی از موادات قطعنامه اشفقری دوحه امین مسئله بود که باید بعد ازی مراکز جمعی، مساجد و بازارها، کلینیک ها و شفاخانه ها باید مورد حمله قرار نگیره، از تعرض باید مسئول باشند. ولی با حرف های رئیس حمایت مذاکره کننده طالبان را هم شما شنیدین، آقای ستانکزای واضح گفت که این نشست یک نشست مشورتی بود، زیاد هم برای ما مهم نیست که توافق نامیش چی است و لازم هم نیست که ما سرش عمل بکنیم. در این مورد ما عرض کنم که یقینا نمیتور است. این یک نشست تبادل افکار و نظریات بود که از این طرف 60 نفر افغان ها رفتن و از دو طرف 17 نفر طالبان بودن، تبادل افکار کردن. خواهرای ما هم در اون مجلس حاضر بودن، از احزاب سیاسی، جهادی، جامعه مدنی، جوانان، خواهرا، مردم برحال در حکومت و نماینده های تلویزیون ها و نشرات و اخبار و غیره و غیره در این مجلس تشریف داشتن و نقاط نظر خود را منعکس کردن. یقینا این یک کنفرانس تفاهم و تبادل افکار بود، جنبه الزامی و اجباری و اجرایی نداره. پس عملم نمیکنن طالبان؟ نو تبعیض مثل که اظهار شدن. اگر که شاهین اعلان کردن که ما تحقیق میکنیم و کسانی که مرتکب این عمل شده باشه مجازات مینمایند. اول کسی که کشته شده نه او زنده میشه، نه او کسی که خود انتحاری کرده او زنده است که مجازاتش کنه. فکر نمیکنین بیشتر این حرفهایشون فریب دادن مردم است تا حقیقت؟ خب قاتلی که قصاص میشه به اساس قصاص قاتل مقتول زنده نمیشه، اما یک عبرت به دیگران میباشه. خدا کنه قاتل هم مرده. خدا کنه که امی گپشانم عملی شوه بهتر خواهد بود. سپاسگزار. ادامه خط کابل را پس از میان برنامه کوتاه دنبال کنید. We'll be right back.
به ادامه برنامه خوش آمدین. آقای شنواری، خوب گفتین که توافق شده میان آمریکایی ها و طالبایی که آمریکایی ها نیروهایشان خارج میشه. جزئیات این بحث چی است؟ با کدام شرط خارج میشن؟ بالاخره در چه مدت زمان خارج میشن؟ پس از طالبا چی میخواد در این بحث خروج؟ یکی از شرایط عمده آمریکایی ها امیست که قبلا هم عرض کردم و در اصول مذاکرات گنجانیده شده که افغانستان هیچگاه منافع امریکا و متحدینش را در جهان و منطقه تهدید نمیکنه. عمده ترین شرط امریکایی ها نیست. و جزئیات قضیه در مورد خروج عساکر امریکایی ها بعد از آمدن جناب خلیلزاد و آغاز مذاکرات دور هفتم مجددا انشاءالله بحث صورت خواهد گرفت و ملت افغانستان، مردم افغانستان و ما و شما در جریان قرار خواهیم گرفت. ولی یک بحثی که در زمان نشست هفتم مطرح بود، مخصوصا میان کارشناسا در صفحات مجازی، اوی بود که جنجال بیشتر میان آمریکایی ها و طالبا بر سر چگونگی طالبا برای رساندن به قدرت است تا بحث خروج نیروهای آمریکایی. مثلا میگفتند که آمریکایی ها چه تعداد سهم میخواهد، حکومت موقت میخواهد، این بحث ها مطرح است. وقتی که امریکایی ها افغانستان را ترک کردن، این مسائل مربوط میشه به افغان ها و در مذاکرات بین الافغانی روی تمام این مسائل صحبت خواهد شد. و طالبان هیچگاهی انحصار طلب نیستن. موقف فعلیشان همیست که انحصار را نمیخوان، نه در قدرت و نه در نظام و در دولت، بلکه همه افغانان چیز فهم متعهد و دانشمند را در نظام جای میتن. البته کسان قطعا منتفیست در نظام که غاصبین زمین هاست و مختلسین دارایی های ملی است و قاتلین و صفاکان، این مردم باید مطمئن باشن از این که عدالت بالایشان تطبیق میشه. ولی شاید وقتی شما این حرف را میزنین در ذهن بینندای ما این سوال پیدا شود که پیش مردم افغانستان از همه قاتل تر طالبا است. در 18 سال گذشته به انواع مختلف خون اینها را ریختاندن. از طرف دیگه هم از غاصب کرده، خب شما عالم دین هم هستین، از غاصب کرده جرم قتل بیشتر است. اگر مراجعه شود به جنگ های قبلی که در افغانستان صورت گرفته است، جنگ هایی که قاتلین او مشخص و معلوم نیست، به مثل که یک قاتل معلوم و مشخص که به انگوش برش اشاره میشه که عمر قاتل بکر است، این مردم باید محاکمه شه، قصاصشان گرفته شه. تنها مسئله قتل نه، حتی اگر یک جرحی بسیار خوردرم به یک افغان ما وارد شده باشه، وارد کرده باشه از طرف یک افغانی دیگه، باید قصاص شود. ولی حالا کی قصاص میکنه؟ مثلا شما ببینید در 4 سال عمر حکومت وحدت ملی تنها 45,000 سربازی وطن که فرزندان همین مردم افغانستان است قربانی شده. ملکی ها را میبینید تلفاتشان دو برابر نظامی ها است. کی قصاص میکنه؟ کی را قصاص میکنه بالاخره؟ ما خواهان قصاص قاتل مشخص است، قاتل طالب است. کی قصاص میکنه؟ مشخص به این معنا که عمر، ولد بکر، ولدیت فلان، مسکونه فلان، ولسوالی فلان، ولایت فلان، تمام مشخصات و جزئیات موجود باشه. هدف تشخیص ما این مسئله. خب اینجا طالبا مثلا قسم جنگ کرده که معلوم نمیشه قاتل کی کی است. انتحار کرده، مثلا در یک انتحار بیش از 100 نفر شاید در رویدادهای مختلفی که من میتونم براتون مثالم بگویم کشته و زخمی شده. آره، اینجا شما کی را قصاص میکنید؟ در اینجا من شما عرض میکنم که یک مسئله که بسیار مشکلات را ببار میارن و قاتلین از نظر گم میشن، مثل که فرزن در کابل 60,000 نفر عنوان میشه که به شهادت رسیدن، ولیکن کابل از طرف ازارها راکت باران میشد، از طرف جمعیت راکت باران میشد، از طرف شورای نظار میشد، از طرف حزب اسلامی میشد، از طرف دوستم میشد. در این راکت بارانی ها معلوم نمیشه که قاتل 60,000 نفر افغانستان کیست. در اینجا باید مردم افغانستان و شورای ممثل نظریات مردم افغانستان تصمیم بگیرن. پیش از اون فکر نمیکنین تصمیم باید بالای طالبا گرفته شود؟ باید گرفته شود. شما در اینجا در جریان هستین
که آقای قانونی رئیس شورای ملی بودن، فیصله کردن، تصمیم گرفتن که تمام مسائلی که در وقت جهاد و بعد از رخ دادن او را در یک عفو عمومی قرار دادن، که ما شخصا با عفو عمومی هم مخالف هستم. باید قاتلین مشخص طوری که ما عرض کردم باید ای با مجازات برسن، اگر طالب باشه، اگر ما باشم، اگر آقای اشرف غنی باشه و اگر هر کسی باشه. بله درست. حالا چقدر در افکار طالبان تغییر آمده مبنی بر اینکه چقدر اینها میپذیرند حقوق زنها را، چقدر دیگه بعد از این میپذیرند بحث های رفتن خانم ها به مکتب، این مسائل را چقدر میپذیرند پس از اینکه طالبان به قدرت برسند؟ ما یک مسئله را در اینجا به شما عرض کنم که شما عمل کرده آنان که تعلیم یافته هستند و متخصصین به سطح جهان هستند و عناوین بیشتری از مراکز تعلیمی جهانی با خود دارن، عمل کرده شبا خواهرای ما در چارای زنبق دیدن. نامزدان پارلمان خواهرای ما 90 روز به اونجا شیشته بودن، شما عملشان دیدن که با دهانهای بسته و دوخته شده کششان کردن، خیمه هایشان انداختن، سامانه هایش چور کردن، با تمام بی‌عزتی که با یک انسان عادی باید نشود. ولی افکار طالبا چقدر تغییر کرده؟ طالبا هم در 18 سال گذشته ازارها مادر را فرزندش را گرفته، ازارها زن را بیوه ساخته، پاسخ از او را باز کی میده؟ از طرف طالب اگر این مسائل صورت گرفته باشه، از طرف حکومت عین قسم هزاران مادر شهید شده و هزاران دخترای ما و خواهرای ما به شهادت رسیدن. طالب اجازه میده حقوق اولی خانما را میده اگر بیاین به کابل؟ میم این مسائل را عرض میکنم. طالب ها در مدت 7 سال مرتکب امی کار و امی عمل نشده بود مثل که حکومت و مدعیان تعلیم و تربیه در چاره زنبق با خواهرای ما شد. در 7 سال طالبان مرتکب چنین جنایت نشدند. بعضی خواهرای ما، 10 تن از خواهرای ما در این مجلس دوحه شرکت داشتند. حتی به نزد بعضی خواهرها تشویش بود که شاید طالبان در یک میز مدور با ما حاضر نشوند که بشینند. ولیکن طالبان بسیار با پیشانی باز، با بسیار روحی آرام با واشیشتن، نظریاتش شنیدن، افکارشان شنیدن و در مقابل برشان حسب استطاعت و توان و فهم و دانش علمی جواباتی را ارائه کردن و قناعتشان را فراهم ساختن. طالبا با تعلیم زنها مخالفت ندارد، با رفتن با دفاتر مخالفت ندارن، تا رفتن به پارلمان، تا چوکی وزارت، هیچ نوع مخالفتی با خواهرای ما در افغانستان موجود نیست. تنها چیزی که مخالفت داره طالبا اوست که روایات افغانی ما و دساتیر اسلامی ما او را نمیپذیره. درست است. چقدر شرایط منطقه‌ای مساعد است آقای شینواری بر ازی که صلح تامین شود میان طالبا و حکومت افغانستان؟ کشورهای منطقه مخصوصا منظورم است، مخصوصا پاکستانی ها واقعا میخواد صلح شود در افغانستان؟ پاکستان در اون موقف قبلی خود قرار ندارن، از لحاظ اقتصادی با مشکلات زیادی مواجه هستند و اگر متوجه هم نشوند رفته رفته با مشکلات زیادی مواجه می شوند. و تپ و تلاش های وزارت خارجه امریکا، خود دولت امریکا و نماینده خاصشان جناب خلیلزاد در مورد به میان آمدن یک اجماع منطقی و جهانی به منظور امین مسئله است که در افغانستان در آینده یک صلح پایدار و همیشه باشه و نشوه که باز جنگ های نیابتی آغاز شد. بله، یک بحث دیگه مطرح است که آمریکایی ها از طالبان تضمین میخواهد که طالبان از خاک افغانستان علیه منافع اونها و کشورهای متحد دیگه آمریکایی ها استفاده نکنه. این تضمین را کی میده؟ مشخص از کدام کشور؟ تضمین ها طالبان روی کسانی که ضمانت میکنن در این مورد فکر کردن، کنفرانس اسلامی و ملل متحد، چین و روسیه در منطقه و دول منطقی دیگر که به نام دول متحابز و در دولت های اسلامی یادآور شده میتونیم، و جانب امریکا هم هر تضمینی که از طالبان میخواهند طالبان حاضر هستند تا اطمینان امریکا را حاصل کنند.
مشخص نیست کشورهای منطقه کدام کشور اینکه امریکایی ها کدام ضمانت می طلبن؟ هنوز مطرح نشد. بحث حکومت موقت چقدر مطرح است پس از اینکه بالاخره توافق شود سر خروج؟ حکومت موقت میاد در افغانستان؟ حکومت موقت تا بال طالبان عنوان نکردن، ولی قبل از طالبان نامزدان ریاست جمهوری ما حکومت سرپرست اعلان کردن و پیشبینی کردن و پیشنهاد کردن. یعنی خواست نامزده است؟ نامزده است قبل از اینکه طالبان، یعنی مطلب میست که تحت اشرافی حکومت حتی نامزدان ریاست جمهوری حاضر نیستن که انتخابات ریاست جمهوری صورت بگیره. خب یکی بحث است که طالبان مثلا خواستشان باشد، طالبان نمیخوان حکومت در صورت محقن. که انتخابات بذات خود یک موضوع بسیار مهم است که روی ازی صحبت صورت میگیرد. بعد از موافقه ما فکر نمی کنم که تحت اشراف جناب دکتر صاحب اشرف غنی و حکومت وحدت ملی هیچ کسی حاضر شود که انتخابات ریاست جمهوری صورت بگیرد. خب یک بحث دیگه هم مطرح است، طالبان با این حکومت یک جای میشن، مسئله ادغام صورت میگیره یا نه طالبان میان اینجا امارت میسازن؟ موقف طالبان تا به اکنون طوری که در اظهارات ملا برادر منعکس شد در جلسه دوم مسکو، امی بود که با وضاحت ملا برادر می گفتن که در امارت اسلامی به همه تان جای هست و ما انحصار طلب نیستیم. از این معلوم میشه که تابال در این موقفشان کنم تنازل صورت نگرفت. ولی باز دیگه مخالفت هایی که صورت میگیره با امارت اسلامی بس چی میشه؟ فکر نمیکنین ما باز به صلح نمیرسیم؟ من امیدوارم که مخالفت ها از بین برن و افغان ها بین خود بنشینن و روی عنوان توافق کنن که همه افغان ها او را مصلحت ببینن و در او مشوره کنن. امیدواری ما ایست. درست. از طرف حکومت افغانستان هم تلاش های صورت میگیره مبنی بر صلح، مخصوصا شما حتما کارهایی را که رئیس جمهور غنی میکنه در بخش صلح تعقیب میکنین. چقدر رئیس جمهور غنی واقعا اراده از زیر داره که با طالبان صلح شود؟ خب در اظهارات اخیرشان خو با وضاحت میگوین که باید صلح شود. از این فرصت به دست آمده و مغتنم باید استفاده شوند. اما جناب رئیس جمهور یک مدت طولانی را به خاطر صلح 5 ساله را اعلان کردند که شاید مد نظرشان این باشه که بعد از انتخابات افغانستان به بحران بره و یک بحران جدید ظهور کنه بین نامزدان ریاست جمهوری و آقای اشرف غنی و این جنجال خوم یک حل میطلبه. نشاید تمام مسائل در نظر گرفته 5 ساله تحدید و تعیین. مولانا جلال الدین شینواری، لوی ثارنوال رژیم طالبان، سپاسگزارم از حضورتان در برنامه کنونی خط کابل و تشکر از همراهی شما همچنان. تا بعد، خدا نگهدار.